درود بر شما. 16 فروردین ماه 1398 خورشیدی و 5 آوریل 2019 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به وعده های حکومت برای جبران خسارت ها و ویرانی های فاجعه سیل. برنامه امشب رو در دو موضوع پیش ببریم: وضع امروز مناطق سیل زده و ارزیابی تلفات و خسارات، و دوم چگونگی برخورد حکومت با فاجعه سیل 98 و با تلفات و خسارات. لرستان، 11 فروردین. دوستان سلام، وقت بخیر. وشنی هستم، مسئول مؤسسه جهادی ندای محرومین روستایی. ساعت اولیه شروع بارش ها هستش در شهرستان محروم نورآباد لرستان به عنوان دومین منطقه محروم کشور. ما از مسئولین قطع امید کردیم، به شهر ما مطمئنن امداد رسانی از طرف مسئولین کشوری نخواهد شد. از شما خیرین عزیز میخوایم که به فریاد این مردم برسید. روستاهای ما در اوضاع بسیار نابسامانی به سر میبرند. سیل وحشتناک رو میبینید داخل شهر شده، اینم در ساعت اولیه هستش. از تمامی خیرین عزیز و مردم با غیرت کشور ایران تقاضا داریم که به فریاد ما برسید. این سیل تازه راه افتاده، یک روز بعد که ادامه پیدا میکنه، یک روز بعد از این امداد خواهی که دیدین. نورآباد اینجوری شد یه روز بعد، و 3 روز بعد از شروع این سیل که دیدین، 12 فروردین، مسئولان استانی و بحرانی کشور داشتن تو صدا و سیما میگفتن همه ارتباطات پل دختر قطع شده. حتما شما هم دیدین، منم نشستم نگاه کردم اون برنامه ها رو، به ویژه درباره راههایی که قطع شده، مناطقی که در محاصره آب قرار گرفته، مطلقا همه امکاناتشون از بین رفته. در ارتباط با پل دختر داشتن میگفتن بالگردم حتی نمیتونیم بفرستیم چون هوا خرابه، این راه زمینی که نیست، ارتباطات قطع، تلفن قطع، برق قطع، گاز، آب، هیچی نیست، قضا نیست، هوا خرابه، بالگرد نمیتونیم بفرستیم. قبل از 12 فروردین چی کار میکردین شما؟ سیل که 3 روز بود راه افتاده بود. قبل از 12 چی کار میکردین؟ بعدش چه کردین؟ 13 فروردین گزارش شاهین صمدپور از پل دختر رو ببینید. محله سازمانی هایی که بیشترین خسارت رو خورده، یکی از خونه ها رو بریم داخل ببینیم چه خبره. این اوضاع احوالشونه، زندگی از بین رفته دیگه. این وضعیت خونه شونه، یعنی در اصلا باز نمیشه. آره در باز نمیشه. بیا ایزو پازش میشه، ایزو پازش. هنوز هیچ کدوم از مسئولین و مدیران شهرستان استان نیومدن برآورد کنن وضعیت مردم رو، ببینن مردم چی میخوان، حتی از مواد غذایی، آب، نور. اینجا هیچ کمکی نشده، هیچ گونه کمکی تا این ساعت نشده. من نیومدن ساعت 11:45 یه آب معدنی هم اینجا حتی اینجا توضیح نیومدن. تا دیروز 15 فروردین هیچ خبری نبود و فقط در فیلمایی که، ویدیوهایی که آقای محمد نوریزاد از مناطق مختلف زلزله زده در لرستان گرفتن، روز 15 فروردین تنها چیزی که ببینین وحشتناک و شرم‌آور، برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو، برنامه‌های سیمای آقایون وقتی نگاه می‌کنی ببینین همه جا میگن که رفتن، امکانات هست، بردن. و من دیروز پنجشنبه داشتم برنامه خبر 23 رو درباره کمک رسانی به پل دختر نگاه میکردم، گزارشگر وایستاده توی پل دختر میگه که من باید بگم که هیچ امکانی اینجا نیست، حتی هماهنگی بین ارگانها نیست، نهادها نیست و نهادهای دولتی، و این مردم نمیتونن خونه هاشون رو خودشون بسازن. که وسط حرف زدنش خانم محترمه محجبه گوینده برنامه صداشو قطع میکنه، میگه ما
باشه، این مثبته که یک راه باز شده به پل دختر. ما الان اجازه بدیم بریم با نمیدونم رئیس راهداری فلانجا صحبت کنیم. رئیس راهداری هم که با میسه اول با سلام و صلوات به محمد و آل محمد و 14 معصوم و ولی فقیه و همه، بعد میگه که بله فلان راه باز شده. اما خب چی شد؟ داشتم میگفتم در علی‌رغم این پرت و پلاهایی و چرت و پرتایی که داره سیمای جمهوری اسلامی درباره وضعیت کمک رسانه میگه، دروغ‌هایی که داره میگه، همین فیلمایی که توی شبکه مجازی است و میلیون‌ها بار منتشر شده رو اگه نگاه بکنین، داشتم اینو عرض می‌کردم که فیلم‌هایی که آقای نوری‌زاد در مناطق زلزله زده گرفته، از جمله همین 15 فروردین از معمولان فیلمی که گرفته، هیچ کمک رسانی به معمولانی که رفته زیر آب نشده و فقط و فقط یک هلیکوپتر اومده نون خشک ریخته و رفته. حتی یک نفر هم در معمولان، یک نفر که بیاد مدیریت کنه برای توزیع نون خشک بین مردم وجود نداره. خب من همیشه میگم آخه چی کشیدن این مردم و چه گناهی کردن این مردم که گیر شما ها افتادن؟ این همه گرسنگی و بدبختی و تحقیر و مرگ، شکی نیست که مردم و بدنه نهادها و مراکز امدادرسان با همین حداقل امکانات با چنگ و دندون سعی کردن جان و زندگی هموطنانشون رو نجات بدن، هر جایی که تونستن رفتن. و هیچ شکی نیست که امکانات محدود در حکومتی که بودجه سازمان مدیریت بحران کشوریش 1/15 بودجه واحد تبلیغات حوزه علمیه قومه، امکانات امدادرسانی در واقع ناچیزه. و به همین دلیل هم هست که بعضی مسئولین مراکز دولتی امدادرسان که توی مراکز مثلا هلال احمر پزشک طرف میاد دروغ میگه راحت جلو تلویزیون آقایون، مثلا درباره پل دختر ازشون میپرسه خبرنگاره که حالا که دیگه میگین راه باز شده چی کار کردین و چی کار دارین میکنین؟ وضع پل دختر مشخص جواب نمیده، وضع کل استانو میگه، استان لرستانو. ببینین یه نمونه، آقای مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات درباره امداد رسانی پل دختر. 45 تیم عملیاتی در اون کار میکنن، 6 فروند بازگرد، البته با محوریت خرم‌آباد که بیشتر میکرد و میکنن خرم به پل دختر هست. امیدواریم انشاءالله بتونیم تا قبل از گروه آفتاب امکان این که پرواز از اون گرفته بشه بتونیم خدمات امدادی مورد نیاز پل دختر رو کار امدادرسانی به سرعت انجام میگیره، کار اسکان استعدادی داره انجام میگیره در خود پل دختر و در استان لرستان. این حرفا اگر درست باشه که نیست، اگه درست باشه چرا باید مردم اینجوری کمک برسونن به پل دختر با این تجهیزات؟ میبینین دیگه مردم رومشگان کیلومترها راه میرن، نمیدونم 20 کیلومتر مثل اینکه فاصله است تا کمکاشون رو به پل دختر برسونه. به این صورت شهر 30,000 نفری پل دختر، مرکز شهرستان پل دختر با 80,000 نفر جمعیت، از 10 تا 12 فروردین ارتباطش با جهان قطع شده بود، حتی تلفن هم کار نمیکرد. 13 فروردین بعضی از امدادگرا تونستن وارد پل دختر بشن و ببینین دیگه یه همچین صحنه ای رو دیدن که ای کاش واقعیت نداشت. این خونه هایی که الان میبینید رو پشت بوم همه این خونه ها آدم بوده، کلی هم خونه همین جایی که من وایسادم بوده، بالاشون هم همه آدم بوده، ولی هیچ هلیکوپتری نبود اینا نجات بده، همه رو هم برده. یعنی با چشم خودشون مردم هم دیگر رو دیدن که داشت آب میبرده، ولی کار نمیتونستن بکنن، فقط نگاه میکردن. الان این خونه نیستش، آدم ها نیستن، خدا ها میدونه الان رسیدن خوزستان و مردم هیچ هم نمیدونه کی مرده است کی زنده است، ولی الان دیگه پر هلیکوپتره. آب هم میبینه دیگه، این آبی که الان میبینه اینقدر ترسناکه، دیروز 50 برابر بوده. سر تو میبینی این سر قرار بوده جلو آبو بگیره، کسی نیست الان خودشو بگیره. و اون مردمی که خونه هاشون در سطح بالاتری از زمین بوده، متاسفم واسه این اوضاع، واقعا تسلیت میگم به مردم لرستان، خصوصا پل دختره دومم
شما که واسطه مردم و مسئولینید، ازتون خواهش میکنم، خواهش میکنم واقعیت ها رو به مسئولین بالا برسونید. ساعت 7 صبح الان گسته و تشنه ایم، بچه ها گسنه، گاز نیست، برق نیست، آب نیست، تلفون ها الکی مدام میگن مثلا بس نیستن. کسی دیروز صبح تا الان هیچ مسئولی به دیدار مردم پردختر نیومد. بعد از فروکش کردن سیل وضع شهر پلدختر رو ببینید. ماشین اون برده زده اون شد بزن شد سیون برده سر پل لیره برده سر پل رم سر پل ماشین برده سر پل ویرانه است فرو رفته در گل و بی سرپناهی و بی پناهی یک مادر در پل دختر. رنجی ببرم آی خدا من زندگی من آبور آی هیچ نهارم که باست هم نارم تمام شیام من آبور خونم من هم آبور ده هیچ هم نارم پیرم نارم غذاسی باشم بگیرم موسی باشم بخرم هیچ هم فیلن دلات اون کمی نگرم تمام زندگی من هم آبور آی خدا آی خدا کجا رو آی هونم اوی جمال هونم اوی او کشکو او کشکو آجا هونم زندگی من دو شمی او همشم بود همه زندگی من او بود هلو ده هیچ نارم هیچ نارم جا هم نارم سرپناه هم نارم چی بکنم خدا خیلی باید وقتم. این وضع استان لرستان، خوزستان، همینطور استانهای گلستان و مازندران که داریم میشه سه هفته که سیل اومده، شاید بدتر از حتی استانهای غربی و جنوب غربی باشه. تو استان گلستان دو هفته بعد از هجوم سیل هنوز امدادرسانی دولتی و سپاهی و حوزوی و آخوندی و هیچ خبری نیست. واقعا تشکر میکنم این کمک های شما است که ما را سرپا نگه داشته. الان 12 روز تو سیلیم، الان موندیم چیکار کنیم؟ از طرف مسئولین و دولت که هیچ کمکی دریافت نکردیم، هی میگن میاریم کمک میکنیم ولی 12 روز ما هیچی دریافت نکردیم. حقیقت یک متر نیم آب گرفتار شدیم، نمیدونیم چیکار کنیم. بازم دست شما درد نکنه، به داد ما میرسید. یکی از غم‌افزاترین صحنه‌هایی که تو این هفته گذشته دیدیم از بین رفتن گمیشان در استان گلستان بود. تیتر خبرها رو که می‌خوندید دلت می‌ریخت. گمیشان به دریا پیوست. گمیشان طبق سرشماری سال 95 20,000 نفر جمعیت داره داشت. گمیشان به زیر آب رفت و وضع آقلا با 35,000 نفر جمعیت همسایه گمیشان بعد از 18 روز از اومدن سیل اینه. 15 روز از سیل آقلا می گذرد. هنوز هم بخش شمالی شهر زیر آبه. از همون روز اول سیل که شمال آقلا رو در بر گرفت، محله های حکیم آباد، کل آباد و محمد آباد و ایتگاه و دلی قسمت های از دلیجه هنوز زیر آب هست. مونیم خونه ما خراب شده. درخواستمون فقط همینه که آب از اینجا بره. ببینین تلفات این سیل هیچ مشخص نیست، غیر از این که
معلوم نیست چند نفر رو آب برده، چندین نفر و چند ده نفر و چند صد نفر و هیچ کس هم هنوز نمیدونه چند نفر از اعضای فامیلش زندن تو مناطق سیل زده. آمار رسمی هم که حکومت میده که قابل اعتماد بوده که حالا باشه. حکومت میگه 62 نفر قربانی سیل شدن. خسارت هایی که به زیر ساخت ها، جاده ها، پل ها، سد ها، به خون زندگی مردم، به مدارس، به مزارع و کل زندگی اکثریت مناطق سیل زده اومده چقدره؟ در شهر معمولان آب، برق، گاز همچنان قطع و راه ارتباطی 100 روستای این بخش به طور کامل بسته است. 500 دستگاه خانه را در داخل شهر آب گرفته و 200 خانه روستایی در اثر طغیان رودخانه تخریب شده است. فقط توی شهرستان کوچیک ببینید میزان خسارت‌ها چقدره. بخوام یه ارزیابی بدیم. شهرستان دلفان تو استان لرستان، نوراباد و هفت چشمه تو همین محدوده شهرستان دلفانن. کل دلفان حدود 150 هزار نفر جمعیت داره. حالا یه ویدیو ببینید که مال 11 فروردین ها. سیل با ورود به شهرستان نوراباد هم خیابان‌های این شهرستان رو به رودخانه تبدیل کرد. شهر نوراباد، مرکز شهرستان دلفان، همونطور که می‌بینید سیل کل شهر رو فرا گرفته. دو روز بعد سه شنبه 13 فروردین فرماندار دلفان میگوید حدود 5000 واحد مسکونی و تجاری آسیب دیده است که تعداد اکیپ‌های ارزیاب برای برآورد خسارت کم است. بر اثر وقوع سیل 16000 هکتار باغ و زمین زراعی آسیب دیده و 4 مزرعه پرورش ماهی از بین رفته. 4 ایستگاه پمپاژ آب از بین رفته و کانال‌های آبرسانی تخریب شده است. همچنین 200 کیلومتر جاده دسترسی بین مزارع تخریب شده. 1.5 میلیارد تومان به تأسیسات گاز خسارت وارد شده و به زیر ساختهای شهری نوراباد 30 میلیارد تومان خسارت وارد شده و 70% راه‌های روستایی از 30% تا 100% تخریب شده است. مدیر کل ابنیه فنی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای میگوید در بارندگی‌های نوروزی امسال نزدیک به 400 دستگاه از انواع پل‌ها عمدتاً در راه‌های روستایی تخریب شده و نزدیک به 5000 پل آسیب دیده است. در لرستان با توجه به اینکه اینا جدا از لرستانه، میگه در لرستان با توجه به اینکه هنوز آب فروکش نکرده آمار جمع‌آوری نشده است. مدیر کل دفتر مدیریت بحران فلان وزارت جهاد از خسارت 3500 میلیارد تومانی سیل اخیر به بخش کشاورزی فقط 12 استان خبر داده است. 23 استان درگیر سیلن ها. 3500 میلیارد تومان ارزیابیه که این بخش وزارت جهاد میده از فقط بخش کشاورزی 12 استان. نماینده مردم علی گودرز در مجلس با بیان اینکه حدود 4000 منزل مسکونی در شهرستان علی گودرز بر اثر سیلاب تخریب شده گفت همچنان راه ارتباطی 290 روستای علی گودرز به طور کلی مسدود است. مدیر عامل شرکت آبفار لرستان از قطع آب شرب به 620 روستای استان در سیلاب اخیر خبر داد. راه ارتباطی 100 روستای استان کرمانشاه قطع است. قطعی آب در 81 روستای استان کرمانشاه. فقط خسارت های زمین های زراعی فقط شرق فقط استان مازندران 180 میلیارد تومان اعلام شده. این خسارت ها با کدوم دولت و بیت رهبر معظم میخواد جبران بشه؟ جلو کمک های مردمی رو که میگیرن همه رو میدن به کمیته امداد امام که اون توضیح کنه انشالله هلال احمر هم همینطور جمع میکنه که اون توضیح کنه. ارسال کمک 25 میلیاردی به مناطق سیل زده. پرویز فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی گفت کمک‌های مردمی بخشی نقدی و بخشی کالایی در کل 25 میلیارد تومان به مناطق سیل زده اختصاص یافت. 25 میلیارد تومان. 25 میلیارد تومان. بزنید یکی دو تا مثال بزنم. با این 25 میلیارد کمیته امام مقایسه کنیم.
اعلام شده 308 مدرسه فقط در استان گلستان خراب شد. برآورد اولیه تعمیر و ساخت 26 میلیارد تومان. فقط مدارس یک استان، اونم آمار رسمی، 26 میلیارد تومان برای تعمیر و بازسازی 308 تا مدرسه. یعنی تقریبا کل پولی که کمیته امداد میده اگه همه این پول نقدی بود. تازه سیل در شیراز بیشترین خسارات رو به مدارس وارد کرده، به طوری که حدود 8000 واحد آموزشی در این سیل آسیب دیدن. یعنی چی؟ یعنی 28 برابر خرج بازسازی مدارس آسیب دیده استان گلستان باید در شیراز بشه تا 8000 واحد آموزشی بازسازی بشه. یعنی 200 میلیارد تومان فقط برای تعمیر و بازسازی مدارس آسیب دیده سیل فقط در شیراز، 28 برابر کل کمک کمیته امداد امام به سیل زدگان که تو سرشون بخوره. واقعا کمک میکنن، کمیته امداد امام خمینی درست کردن. فقط مدارس شیراز 28 برابر کل کمک این کمیته خرج فقط مدارس یه شهر. دولت چه بودجه‌ای رو، حالا دولت چه بودجه‌ای رو برای بازسازی خسارت ها میده؟ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از پرداخت 710 میلیارد تومان کمک بلاعوض به سیل زدگان خبر داد. محمد باقر نوبخت در ارتباط با خبر شبکه یک سیما گفت این کمک‌ها در قالب 580 میلیارد تومان هزینه جاری و 130 میلیارد تومان در بخش عمرانی پرداخت می‌شود. وی افزود 1800 میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت، یعنی وام با بهره پایین. 1800 میلیارد تومان نیز برای آسیب دیدگان از سیل در نظر گرفته شده. تسهیلات وام که سازمان برنامه بودجه ما به تفاوت سود این تسهیلات را به بانک‌ها پرداخت می‌کنن، خود وام باید بدن. یعنی چی؟ 1800 میلیارد تومان در نظر گرفتن که وام بدن به بدبختایی که زندگیشون رو سیل برده، که باید پس بدن فی مدت المعلوم. معلوم نیست که همین سیل زده ها که تا خرخره زیر بام زیر بار وام بانکیان، از همین الان برای خونه و مزرعه و مغازه و کارگاه آب بردشون، طرف اومده گریه میکنه میگه من 100 میلیون بدهکارم، تمام جهیزیه‌ای که برای دخترم گرفته بودم سیل برد. کی میخواد اینو جوابش بده؟ مگه یکی دوتا؟ من نمیدونم این آخوندا که اینقدر خدا خدا میکنن، این رهبر معظم که اینقدر اسلام اسلام میکنه، که داشت چهارشنبه به اذناب خودش میگفت که انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، ادامه بعثت پیامبر اسلامه، من نمیدونم واقعا شرم یک لحظه بشنون ببینن این وضع رو، شرم نمی کنن این مردم. نمونه انبوهی از این مردم تو شیراز مثلا. وضعیت مردم سعدی هستش، متاسفانه هرچی که داشتن و نداشتن رو از دست دادن. اینا مردمان ضعیفی هستن که هرچی که داشتن هم اینا بوده و متاسفانه هم اینا رو هم از دست دادن. همه اینها، یخچال‌هاشون، تلویزیونشون، بخاری و خیلی وسایلهای دیگرشون سوخته و کاملا از بین رفته متاسفانه. قالی‌ها و پتوها به شدت خراب شدن، طوری که دیگر اصلا قابل شستشو هم نیستن. اکثرشون پتو ندارن همچنان و تو کمپ هم که میخوابن شب تا صبح سرما میکشن. و در مازندران فقط تا یکم فروردین باران یک شنبه 26 اسفند ماه 97 در مازندران که به گزارش هواشناسی در سه دهه اخیر بی سابقه بوده، به بیش از 6200 واحد مسکونی در این استان خسارت زد و 7000 دهن مزارع کشاورزی نیز آسیب دید. تا یکم فروردین سیل حدود 500 میلیارد تومان به مزارع کشاورزی این استان خسارت وارد کرد. یعنی اگر خسارت ها بعد از این آمار رو تا
تا امروز یعنی در طول 18 روز گذشته در نظر بگیریم و این ارزیابی ها بشود و ارائه بشود و درست بشود ارائهش 710 میلیارد تومانی که دولت گفته میدم هزینه ترمیم خسارت حتی زمین های کشاورزی حتی یک استان از 23 استان سیلزده کشور رو جواب نمیده. میدونیم که نمیده همین دولت همون پول همون 710 میلیارد مثل تمام گذشته حالا میگم. ولی چرا وقتی ارزیابی های خودشون در این حده چرا وقتی ارزیابی وقتی خب معلومه 23 استان رفته زیر آب و خب ارزیابی که میشه اینه دیگه. اینا این نمونه هایی که براتون گفتم که فقط 500 میلیارد تومان تا روز اول فروردین فقط زمین های خسارت دیده یعنی مزارع خسارت دیده کشاورزی فقط در مازندران. حتی جواب اونو نمیده. خب مگه دولت پول نداره؟ درآمد نفتی دولت 11 و 12 یعنی دوره روحانی تا کنون بیش از 4 برابر درآمدهای نفتی دولت‌های 9 و 10 دوره احمدی نژاد بوده است. عجب. راستین احمدی نژادیا که تو اون 8 سال ریاست جمهوری امام زمانیشون یه تپه سالم نذاشتن تو ایران و تو منطقه کجان؟ چرا جهاد نمی کنن برن به کمک مردم؟ خود رهبر معظم و این لشکر و دولتی که به اسم بیت رهبر معظم درست کرده تو 2 هفته اول فروردین کجا بودن تو اوج سیل؟ یکی از هیچ کس شما اسمی از وحید، حجازی، گلپایگانی نمیدونم بچه های رهبر آقازاده ها گلپسرا مشتبه و بقیه خود رهبر تو تمام 2 هفته اول هیچ اسمی ازشون اصلا جایی شنیدین؟ هیچ جایی هیچ یک کلمه حرف ازشون شنیدین؟ فقط یک پیام تسلیت رهبر معظم آمدن دادن بعد از اینکه 19 نفر 20 نفر در سیل دروازه قرآن قربانی شدن به اون شکل با مهندسی های همین رهبر معظم و ازدابش در اطراف دروازه قرآن ایشون یک پیام تسلیت دادن خودشون هم اصلا آفتابی نکردن. کجا بودن اینا؟ 2 هفته بعد از شروع سیل در کل کشور مسئولان 13 به در میرن پیش رهبر معظم بعد ایشون میفرمایند ویرانی ها و تخریب خانه ها و مزارع باید جبران شود و خواهد شد. یاد حرف خمینی نمیافتین وقتی اول انقلاب تو بیش زهرا سخنرانی میکرد؟ دلخوش به این مقدار نباشید. ما هم دنیا را می آباد می کنیم و هم آخرت را. این دارایی از غنایم اسلام است و مال ملت است یا مستضعفین و من امر کردم مستضعفین بدن و خواهم داد. چی گفت رهبر معظم؟ رهبر معظم فرمود اون جمله طلایی بود واقعا که فرمودند گوش جملهش بله ویرانی ها و تخریب خانه ها و مزارع باید جبران شود و خواهد شد. واقعا این طنز تلخی است. تاریخ بعد از 40 سال میاد این اون حرف میزنه که فقط جنایت کرد و هیچ وعده ای انجام نشد دیگه. تاریخ جمهوری اسلامی رو داریم میبینیم دیگه. همونقدر که وعده های خمینی عملی شد وعده های خامنه ای هم عملی میشه. دیدیم تا حالا که چقدر عملی شده این وعده ها تو 40 سال گذشته. در حاشیه اون جلسه 13 به در خامنه ای با مسئولان که اعلام شد اون جلسه همه تیز زدن جلسه ویژه بررسی آخرین وضعیت مناطق سیل زده. تو این بررسی آخرین وضعیت مناطق سیل زده
چه اتفاقی میفته؟ به گفته سعید نمکی وزیر بهداشت، آقا مهربانانه بنده را صدا کردند و آن دغدغه همیشگیشان را درباره جمعیت کشور و نقشی که وزارت بهداشت میتواند در بحث رشد درست و منطقی جمعیت داشته باشد متذکر شدند. رشد درست و منطقی جمعیت متذکر شدند. این هم حساب دارو، یعنی این که جلوگیری از بارداری نشه فلان. خب پیشوا کاری نداره به این که چه تعداد از مردم کشور در سیل قربانی شدن، چه تعداد مفقود الاثرن هنوز، چه باید کرد برای بستگان از بین رفته ها در سیل. میگه اگه سیل مردم رو از بین میبره، ما جلوگیری از بارداری و این حرفا رو بندازیم دور تا تولید مثل بشه، جای قربانی شده ها پر بشه. تو جلسه بررسی سیل وقتی تو بیای این حرفو بزنی، یعنی همین، چه معنای دیگه ای داره؟ مردم تو سیل مردن، خب جاشون بچه دارشین. نمیدونم آدم اسم این نوع آدمیزاد رو چی باید بذاره. برخورد پیشوا رو ببینین با که به فکر هیچی نیست جز داری میبینیم دیگه، جز سلطه خودش. برخورد پیشوا رو ببینید با دو فاجعه ملی، یکی در پاکستان سال 1389 که یک پنجم مساحت پاکستان اون موقع رفت زیر سیل و متاسفانه نزدیک 2000 نفر اگه اشتباه نکنم بیشتر نباشه کشته شدن در پاکستان، قربانی سیل شدن. اونو مقایسه کنین، سال 89 بود، آقای خامنه‌ای سخنرانی فرمودن دربارش، و مقایسهش کنین با این فاجعه ملی دیگر، این بار در ایران فروردین 98، همین سیل جاری. قضیه‌ای که از همه فوری تر است سیل پاکستان است. این مردم امروز به آب احتیاج دارند، به غذا احتیاج دارند، به لباس احتیاج دارند، به سرپناه احتیاج دارند، به همه لوازم زندگی این مردم امروز احتیاج دارن. ماه رمضان را با این حال ملت پاکستان روزه گرفتن، روز عید فطر است، روز اجتماع است، روز امت اسلامی است. در بخشی از موارد مردم مصیبت زدند، تلفات جانی، خسارات در همه حوادث طبیعی و بلایای طبیعی، که حوادثی که ظاهر بلا دارد اگرچه باطنش ممکنه نعمت و عطای الهی باشد. در ظاهر ممکنه بلا باشد، در باطن اما نعمت و عطای الهی است. بی خود نیست که جهانگیری درباره سیل وقتی صحبت میکرد، آقای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور فرمودن که از همین حرف زد دیگه، سیل نعمت، باران نعمت و سیل نعمت و فلان و اینا، البته موجب اتحاد مردم شده است هرچی بیشتر از این نظر. ببینین روشنه که انتظاری از این نظام که این آدم رهبرشه نباید داشت برای بازسازی و جبران خسارت مردم، جز این که فقط نمک بپاشه رو زخم مردم. جنگ زدگان، زلزله زدگان، سیل زدگان چه کرده حکومت برای مردم تو این مصیبت‌ها یک سرشون اومده تو سالهای گذشته؟ فرض رو میگیریم که درباره آزادی و دموکراسی عرض میکنم، حرفایی که نظام مسئولینش میگن، همه آنچه بالا و پایین نظام درباره اصطلاح قلابی مردم سالاری دینی میگن درست. فرض کنیم همه نهادهای حکومت و همه مسئولان انتخابی مردمن و حکومت نماینده واقعی مردم ایران، شورای نگهبان و فلان و رهبر و فلان و زدوند و نمیدونم این فیلترها و مذهب سالاری و آخوند سالاری و
ولایت فقیه و ولایی بودن، هیچ کدوم اینا اصلا ملاک نباشه. ایران جمهوری اسلامی به گفته مسئولان جمهوری اسلامی آزادترین کشور دنیاست. خب مسئولان حکومتی وظیفه‌شون چیه در این آزادترین کشور دنیا؟ مگه نه اینکه مردم انتخابشون میکنن تا به نمایندگی از مردم کارهای مملکت رو پیش ببرن، و به همین دلیل همه مسئولان حکومت قسم میخورن که خدمتگزار مردم باشن. چه خدمتی کردن مسئولان حکومت، دولت‌های اصلاح طلب و اصولگرا تو این 3-4 دهه گذشته، از زمان تمام شدن جنگ ایران و عراق، جنگی که خودشون را خود خمینی را انداخت، تا زلزله؟ گفتیم بارها و بارها، من اینا رو دیگه نمیخوام جمع بزنم تکرار بکنم و اینها، از 6 ماه قبل از جنگ ایران و عراق با تحریک ارتش و مردم عراق و تحریک حکومت عراق اون جنگ را افتاد، و بعد از اون زمان تا زلزله بم، تا سیل سالهای 92 و 94 لرستان و ایلام و خوزستان، تا زلزله کرمانشاه، تا همین سیل نوروز 98، چه کردن؟ با گذشت بیش از 30 سال از آزادسازی خرمشهر، هنوز هم مردمان این شهر، مردمی که بالاترین درآمد را برای کشور کسب می‌کنند، از حداقل‌های زندگی محرومند، به طوری که بیش از 80% از جمعیت خرمشهر تحت پوشش کمیته امداد امام هستند. از که 35-36 سال میشه. باید شهری که ایران نجات داده این شهر برسن بهش. این چیزیه که شما باید پیداش کنید. فقط تهران اینجوریه. ما ثروت ایران از خود خوزستانه. مردم خرمشهر بارها و بارها اینو خوندین در رسانه‌های مختلف که امیدوارن روزی بیاید که بگوین خرمشهر آباد شد. این آرزو پس از گذشت 33 سال از جنگ همچنان برای مردم محال و غیر قابل تصور است. ببینید سال 92 خوزستان سیل اومد، هنوز وعده های دولت برای بازسازی خرابی ها عملی نشده. امروز با شکستن لوله های فاضلاب در کوچه پس کوچه های خرمشهر، خیابان های ناهموار، بیرونقی بازار و حداقل بودن امکانات تفریحی در شهر، ذهن را به ویران شهر میبرد نه خرمشهر. میدونید که احمدی نژاد 700 میلیارد دلار نفت فروخت و خزانه رو خالی تحویل دولت روحانی داد. خب یه قلم از کارهای دولت محبوب رهبر که به گفته رهبر پرچم انقلاب رو در جهان بالا نگه داشت اینجوری. فقط سال 91 اونم فقط یک قلم 5 میلیارد و 800 میلیون دلار جمهوری اسلامی داد به سوریه. با 5 میلیارد و 800 میلیون دلار می توان 347 هزار کلاس درس در ایران احداث کرد که تقریبا بیش از نیمی از شمار کلاس های درس فعلی در سراسر ایران است. دی ماه 91 یعنی همون سالی که 5 میلیارد و 800 میلیون دلار فقط یک قلم به سوریه کمک مالی شد، رئیس شورای شهر بم گفت بازسازی شهر بم هنوز به اتمام نرسیده و مقامات محلی به منظور این کار تقاضای اعتباری معادل 55 میلیون دلار کردند که تاکنون فقط با 20 میلیون دلار آن موافقت شده است. 55 میلیارد دلار هزینه درخواستی برای بازسازی بم کجا؟ و نزدیک 6 میلیارد دلار کمک به سوریه فقط یک قلم کجا؟ با یک قلم پول کمک به سوریه میشد تمام بودجه بازسازی شهر بم، کل ویرانی های جنگ در خوزستان، ویرانی های زلزله کرمانشاه رو تامین کرد. 4 برابر درآمد نفت دوره احمدی نژاد و دولت روحانی تا همین امروز به دست آورده. کجا میره پس این پولا که خرج بازسازی ها نمیشه و این سیل هم به ویرانه هایی که روحانیت حاکم به وجود آورده باز اضافه میکنه و مردم رو بدبختر میکنه؟ کجا میره این پولا و مملکت ویرانتر میشه؟ کجا میره این پولا؟ ببینین رقم ها رو باید بدونیم، میدونیم کجا میره. یه نمونه فقط بگم خدمتتون. سال 85، 3 سال بعد از زلزله بم، جنگ 33 روزه اسرائیل و حزب الله لبنان اتفاق افتاد، جنوب لبنان. بعد از جنگ جمهوری اسلامی حسن شاطری رو که از فرماندهای سپاه قدس بود و بعد تو سوریه کشته شد، مأمور کرد اونجا به عنوان مسئول بازسازی جنوب لبنان.
فعالیت هایی که جمهوری اسلامی از سال آب 2006 تا ایلول 2010 انجام داده، مجموعاً 2280 پروژه رو جمهوری اسلامی داشته که شامل 141 مرکز آموزشی، 73 مرکز عبادی، 19 مرکز درمانی، 20 نزدیک 20 پل اصلی، 189 پل فرعی، 4 پل عابر پیاده، 110 مشروع برق، 494 مشروع بلدیات، 26 راه اصلی، 833 راه فرعی و 42 پروژه تجمیلی. اینا مجموع مشاریع ایرانی بودن و 13439 پروژه هم جمهوری اسلامی متولی تأمین خسارت ها به افرادش بوده که شامل 3035 پرداخت خسارت خودرو، 2200 خسارت احشام و 8000 مورد خسارت زمین های زراعی در مناطق مختلف، بدون در نظر گرفتن مناطق شیعی، سنی، مسیحی یا دروزی یا مثلا جماعت خاص. جماعت خاص به شکل مستقیم هر جایی که خسارت دیده بوده ناشی از جنگ سرسری بوده، وظیفه الهی و انسانی خودش بوده که انجام. 73 روستای جنوب لبنان تو دو هفته بازسازی میشه، مفت و مجانی برای لبنان ها. به صاحبان 8000 قطعه زمین خسارت پرداخت میشه، به هر کسی که خونش آسیب دیده 10000 دلار داده میشه و افتخار جمهوری اسلامی اینه که فقط به شیعه ها نداده، میگه سنی و شیعه و دروزی و مسیحی و هر کی خونش آسیب دیده 10000 دلار به هر نفر دادیم. و اون بازسازی هم که حسن شاطری از طرف جمهوری اسلامی مأمور در لبنان برای بازسازی توضیح داد براتون دیگه. در لبنان پولا اینجا میره، تو ایران چی؟ ببینین، ما در این فرصت باقی مانده نکته که تو برنامه هفته گذشته اشاره کرده بودم از کشورهای دیگه مثال‌های بیارم، من یکی دو نمونه بگم از کشورهای دیگه که با بلایای طبیعی چجور برخورد میکنن. یکی در اتریش، به هر حال در اروپا سین ظاهراً اتریش، مسیر سیل مدیریت میشه، نه از تو خونه های مردم رد میشه نه از تو خیابونا. کار میخواد اینجور چیزا و از همه مهمتر تعهد میخواد، مسئولیت پذیری میخواد. دولت با پول مالیات مردم و فروش محصولات مردم به کشورهای دیگه قول داده بهشون خدمت کنه، از مردم حفاظت کنه، نتیجهش هم اینه. و اگه این کارو نکنه مردم بابای اون دولت رو در میارن. اگر این کارو نکنه، ببینین این سیل بند کاشکی که نمیدونم میرسیدیم تا آخرش نشون بدیم، کاش قطعش نمیکردیم. باید ببینید که فاصله آبی که آمده تا پشت خونه های مردم، تا پشت خیابون خونه های مردم در واقع تازه این کیسه های شنوماسه فقط برای احتیاط گذاشته شده، در اصل سیل بند هایی است که برای محافظت از مراکز شهری و خونه های مردم گذاشتن. این قسمت سیلبند رو ببینین، این قسمت پشتشه در واقع و حتی اکثر اینقدر آب میزنه بیرون. خب ببینین خونه های مردم کجاست و خیابونه که از این زاویه قشنگ معلومه. بله، خب ببینین این در مورد اروپا. تو آمریکا اساساً خسارت ها و قربانیانی که میشه اساساً به دلیل گردبادهای عجیب غریبی است که معمولاً هم هر سال میاد و نه به دلیل سیل، اساساً عرض میکنم خب اتفاق میفته، ولی اساساً به دلیل طوفان هایی است که اسمای مختلف هم هر بار روش گذاشته میشه و بنابراین دولت های محلی، دولت فدرال، اینا همه آمادن برای این گردبادها. ولی چنان شدت این گردبادهای عظیم و عجیب غریب زیاده که در 1000 کیلومتر اون طرفتر در
فلوریدا فرض بفرمایید وقتی که گرد باد میاد، واشنگتن پایتخت ایالات متحده آمریکا هم بی‌نصیب نمیمونه، یعنی سقف خونه ها کنده میشه در این حد. خب حالا من اینو عرض کردم تا بگم که چون داشتم برنامه های تبلیغاتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو نگاه میکردم، دیدم دارن از اون طرف کارشناساشون میگن که ضد انقلاب هی میاد سیاه نمایی میکنه، ببینین در آمریکا چه میگذره، در اروپا چه میگذره و اینا. در آمریکا اون طوفانی که آمد، برای مثال عرض میکنم، اول سیل رو ببینین بعد میرسیم به طوفان. یه گوشه از سیلی رو ببینین که دو سال پیش تو ایالت مریلند، همین نزدیک واشنگتن دی سی، تو ایالت مریلند اومد در اثر بارندگی شدید و بی‌سابقه سیل، و صحنه هاش مثل این چیزی است که ما تو شیراز، دروازه قرآن شیراز شاهدش بودیم. خب چند نفر قربانی گرفت؟ سیل ناشی از باران شدید در ایالت مریلند آمریکا یک نفر را در الیکات سیتی کشت. به گفته مقامات در روز یکشنبه دو نفر نیز پس از باران سیل‌آسا ناپدید شدند. یکی از مدیران الیکات سیتی گفته است که سیل اخیر در این شهر واقع در 56 کیلومتری شمال شرق واشنگتن از طوفان 1972 در این شهر سهمگین‌تر بود، یعنی فاجعه طبیعی بی سابقه در 45 سال گذشته در این ایالت. این وقتشه بریم پرده آخر. چشم، بریم پرده آخر. حضرت موسی به خداوند عرضه داشت: پروردگارا یه ذکر جامعی رو به من یاد بده که سعادت دنیا و آخرت من را ضمانت کنه. خدا فرموده: ای موسی برو به فلان صحرا. حضرت موسی رفت در اون صحرایی که خدا بهش امر کرده بود. میگه دیدم صحرا پر از ریگه، در میان این ریگ ها دیدم یه ریگی خیلی درخشندگی داره. رفتم سراغ اون ریگ، خواستم بردارم دیدم نمیشه، هر چه زور زدم دیدم نمیشه. یه وقت اون ریگ به اذن خدا به سخن آمد، گفت: ای موسی زور بی خودی نزن، نمیتونی منو برداری مگر با یه ذکر. اون ذکر چیه؟ بگو: یا علی مدد. حضرت موسی گفت: یا علی مدد، و این ذکر رو برداشت. همینجور داره نگاه میکنه چقدر این ریگ زیبا درخشندگی داره. باز اون ریگ به اذن خدا به سخن آمد، گفت: ای موسی برو به فلان کوه، هزاران ریگ مانند مرا خواهی دید. حضرت موسی رفت بالای اون کوه، دید هزاران ریگ در اونجاست، همه میگن یا علی مدد. شب و روزگار خوش.